دوستهای بی‌نهایت عزیزم، بعد از عرض سلام شفیع عیار هستم. شما را به مشاهده برنامه 213 خود که مصادف به هفته دوم ماه اپریل سال 2015 میلادی است صمیمانه خوش آمد میگم. جناب اشرف غنی رئیس جمهور خودکامه و لگام گسیخته افغانستان تصمیم گرفته که 10,000 عسکر به کمک عربستان سعودی میفرسته. از یک هفته به ایسون است که کشور عربستان سعودی بر کشور یمن همسایه غریبش حمله کرده و در تبانی با 9 کشور عرب دیگه که همگیش قدرتمند است یک کشور غریب و بیچاره را تکه تکه کرده. سل کنن آل آقای اشرف غنی به نام عزی که اشرف الحرمین در خطره، 10,000 عسکر رو این میکنه که از سعودی ها دفاع بکنه. اشرف الحرمین ما فکر میکنم که منظورشان است از مکه و از مدینه، یعنی مسجد مدینه و معلومدار خانه کعبه. اگر هر کشور اسلامی هم امروز عربستان تسخیر کنه، در دو مکان هیچ دست نمیزنه و هیچ خساره نمیرسانه، به خاطر که او مردم از این حکومت عربستان سعودی کده به او دو جای بسیار زیادتر ایمان دارن و او دو مکان برای از اونا مقدستر از اینا هسته. اینا مانایش ایست که اشرف الحرمین در خطر نیست. شاید امکان داره که خادم الحرمین، یعنی همی فامیل سعود، تا حدود 1.5% در خطر باشه، و اگر او خطر باشه افغانستان و ای 10,000 عسکر او رو مرفوع ساخته نمیتونه. در واقع اینا میخواین که یک چاپلوسی کنن شخصا پیش پادشاه عربستان سعودی که اگر یک چند دلار دمی کاسه یا در کچکول بالو الغنی پرتن. افغانستان بیچاره ترین کشور دنیا است. هم امروز از کجای دنیا است که عسکر در افغانستان نمه که اگر کمک کنن برای ما. و آقای اشرف غنی، اگر شما 10,000 عسکر زیادی دارین، خالمیر دورزگان رایی کنین که همو 31 نفر ازاره بیچاره ما که اختطاف شده، حداقل این مرده و زندهش خو معلوم شوه. و اگر شما 10,000 عسکر زیادی دارین، دمی بغل ارگتان که او روز فرخنده را بر 2 ساعت زیر پایا کشتن، همی 10,000 نفرتان 100 نفرش کفایت میکرد که امور نجات بده. و اگر شما 10,000 نفر زیادی دارین، اینی دو تا بچه کاره همی 2-3 روز پیش یا 4 روز پیش در بغل ارگتان کشتن در حمله انتحاری، و روزانه هر روز 10-20 نفر در وطن ما کشته شده میره. چرا از یاد دفاع نمیکنین؟ یا نه، این نیست که شما بر عرب رایی نکنین یا بر عربستان سعودی. اولا همسایه ما ایران اگه بگیره بمبارد کنه تاجکستانه و باز از ما هم کمک بخواه، شما به ایران رایی میکنین؟ یک عسکر باید رایی نکنین. ما در دنیا برای هیچ کس باید عسکر رایی نکنیم. در یک حالت، به طور مثال در یک کشور یک زلزله خطرناک میشه، یک آسیب طبیعی میرسه، هزارها نفر زندگیش در خطره، در اوج اگر شما 1,000 عسکر افغان رایی میکنین به رسم سپاسگزاری از دنیا که برای ما کمک کردین، ما هم انسان هستیم و درک میکنیم کمکتانه و میخواهیم بپردازیم، در او مهیره سپاس میکنم، او را باید کنیم. در خیر از او برای هیچ کس، برای دفاع هیچ کس ما زور نداریم که رایی کنیم. با سعی کنین، اینی آقا سخنگوی آقای اشرف غنی است، فقط که همیال از زیر خفک کدن خلاص شده باشه که چشمه از علقه برآمده چی میگه. سیاست خارجی افغانستان یک سیاست خارجی منفعل نیست. ما به طرف عقب روان نیستیم، بلکه به پیش میریم. میگه سیاست افغانستان دیگه سیاست منفعل نیست.
این کدام کلمه دیپلماسی است که تو استفاده میکنی؟ سیاست منفعل؟ منظورت از سیاست بی‌طرفه؟ حتمی میخوایی بگویی که سیاست افغانستان دیگه سیاست بی‌طرف نیست. افغانستان در طول تاریخ خود از امروز کده بیچاره تر نبوده. اگر در طول تاریخ خود افغانستان یک دفعه بی‌طرف باشه، اینم امروز اونم اون روز است. و تو میگی که سیاست افغانستان دیگه منفعل نیست. سیاست افغانستان باید منفعل باشه، چون اقتصاد ما اقتصاد منفعله. امروز کاسه گدایی ما دراستر و چقرتر و کلانتر از هر کاسه گداییگری در دنیا است. ما هیچ قدرت نداریم که برای کس کمک کنیم. بنان بهتره که سیاست ما بی‌طرف نه که اما منفعل که میگی باید منفعل باشه. ما از روز تولد افغانستان تا حال یک کشور بی‌طرف بودیم. حتی در وقتی که خلقی ها و پرچمیان قدرت گرفتن و معلوم میشد که در پکت شوروی است، اما هنوز هم آقای کارمل در کدام مسئله یک 1000 عسکر افغان رایی نکده بود و نه اونا اینقدر دیوانه بودن که از کشور افغانستان کمک نظامی بخواین. بنان این یک رشخندی است که شما با ملت ما میکنین. و امیدوار استم و باز از همه مهمتر که آقای اشرف غنی فکر میکنه که یگانه نفر است. هیچ کس دیگه مجبور نیست که در این رای بته. هیچ کس دیگه مجبور نیست اجازه بته. امیدوار استم که از ساکر ما از یخن اشرف غنی بگیرن در جایش بشاننشه. عسکر بیچاره ما در 200 دلار نه بیمه صحی داره نه بیمه حیاتی. امروز که کشتشه فامیلش تا آخر عمر از گشنگی جان میته. و در این مملکت بالاخره یک کس باید به این مردم خودکامه یک چیز نشان بته که یا بفهمن که تنها و مملکت ازیان نیست و تصمیم هم تنها تصمیم ازیان نیست. و شما سعی کنین یک آقای اشرف غنی را به خدا کم مانده که در رکوع بره پیش پادشاه عربستان یا شاید کدام وزیرش است. یعنی یک کم دیگه خود قاد میکرد در زاوید و درجه می بود، ترکایی می بود، خود شاید دیگه وازکدام نمیتونست. چهار نفره باید میگرفتن قادش آواز میکردن. چی یک چاپلوس؟ اینا غیرت مردم افغانستان ولامی گدایگر ما اینا مقدر بی غیرت نیست. با خدا اگر شما در افغانستان یک گدایگر پیدا کنین که خدای ترکایی قاد کنه، رکون نمیره پیش یک آدم معتبر. شاید